سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همراهان خوب همیشگی ما در رسانه ایران وایر. در یک لایو دیگه در خدمتتون هستیم در خصوص حقوق کودک. مهمان عزیز خوب ما امشب جناب آقای حامد فرمد هستند، کنشگر حقوق کودکان، بنیانگذار مؤسسه کویپی و نویسنده. امشب میخواییم در مورد کودکان افراد دستگیر شده در اعتراض به حجاب اجباری صحبت بکنیم. من آقای فرمند رو یک بار دیگه دعوت بکنم ببینم مشکل اینترنت ما حل شد یا نه. سلام مجدد عرض میکنم خدمت. سلام. خیلی ممنون، مرسی. من یک بار لایو رو قطع کردم، دوباره برگشتم. نمیدونم الان صدا بهتر هست آقای فرمند؟ الان خوبه برای من، امیدوارم همچنان خوب بمونه. ممنونم، مرسی. سلام و درود فراوان دارم خدمت شما. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در یک لایو دیگه در خدمتتون باشیم در خصوص حقوق کودکان. عزیزانی که الان به ما پیوستن، جناب آقای حامد فرمند، فعال حقوق کودک، بنیانگذار مؤسسه کویپی و نویسنده، امشب در این لایو کارشناس خوب برنامه ما هستن و می‌خوایم در مورد یک بحث خیلی مهم در خصوص حقوق کودکان که ممکنه کمتر بهش نگاه شده باشه یا توجه شده باشه صحبت بکنیم. کودکان خانواده های بازداشت شده در اعتراض به حجاب اجباری که این روزها بحث داغ رسانه ها هست و به نظر من یکی از دغدغه های مهم زنان و خانواده ها در شهرهای مختلف ایران هست. آقای فرمند عزیز، همونطور که آشنایی دارید با سلسله لایف های ما، من کامنت ها رو میبندم، 20 دقیقه آخر برنامه کامنت ها رو باز میذارم که دوستان هر سوالی که از حضورتون داشتن بتونن بپرسن. خیلی ممنونم از اینکه در واقع تونستین این فرصت رو ما بدین که در این بحث در کنارتون باشیم. با توجه به تجربه هایی که دارید در خصوص آسیب هایی که کودکان خانواده های بازداشت شده و زندانی در واقع میبینن و باهاش مواجه هستن، این روزها خب تب و تاب بحث حجاب، در واقع نوع حجاب اجباری خیلی زیاد هست. زنان زیادی در این سالها بابت اعتراضشون به بحث حجاب اجباری هزینه پرداختن، در کنار اونها کودکان. ما خودمون از نسلی هستیم که کامل به خاطر داریم همراه خانواده هامون در خیابان وقتی میرفتیم احساس امنیت نمی کردیم، به خاطر اینکه این حس بود که هر آن ممکنه مادر ما رو دستگیر بکنن. کودکان متولد دهه 60 کامل به خاطر دارن که الان در واقع افراد میانسال هستن. اینها همه آسیب هایی میتونه داشته باشه بر افراد در واقع بچه ها، بر خانواده ها، و میتونه هم آسیب های طولانی مدت در بزرگسالیشون داشته باشه، احساس ناامنی ایجاد بکنه و هم میتونه آسیب های کوتاه مدت داشته باشه. من میخوام اول از شما در واقع بخوام که در مورد، چون شما با خانواده های زندانیان، با کودکان زیادی، با در واقع افرادی که بازمانده هستن از خانواده والدین و سرپرستان زندانی دستگیر شده در ارتباط هستین، اول میخواستم بحث رو با این شروع بکنیم. این موقعیتی که این خانواده ها درش قرار میگیرن و خانواده ها کودکان درش قرار میگیرن، چگونه موقعیتی ممکنه مردم در زندگی روزانهشون به این موضوع کمتر فکر کرده باشن و کمتر دغدغه‌شون باشه؟ فقط مسئله دستگیری افراد به دلیل بدحجابی یا بیحجابی دیده شده باشه، ولی کودکانی که از این حادثه آسیب میبینن و از این فجایع در امان نیستن، ممکنه کمتر خانواده ها و افراد جامعه بهش توجه کرده باشن؟ ممنون از توجهتون و نگاهتون از این زاویه به موضوع. و اینکه من یه اشاره‌ای هم بکنم، شما در معرفی گفتید مؤسسه کویپی، مؤسسه کودکان زندانیان، مؤسسه‌ای است که حدود 9 سال پیش تأسیس شد در آمریکا و هدفش حمایت از خانواده‌ها به منظور کمک به کودکانی است که والدینشون به هر دلیلی، دلایل جرایم مالا یا اتهامات عادی یا سیاسی، امنیتی، عقیدتی در زندان هستند. و اگر دوستانی در این شرایط بودند، کسانی رو در این شرایط می‌شناختن، می‌تونن، حالا صفحه خود من هست که مجموعه لایو‌هایی رو من سال گذشته داشتم، بود 30 خورده لایو هست که به این موضوع اختصاص داده، از جنبه‌های مختلف سعی کردیم به
سوالات افراد پاسخ بدیم و امیدوارم به زودی در وبسایتمون هم صفحه اختصاصی این موضوع رو با به صورتی که قابل جستجو کردن باشه در اختیار عزیزان قرار بدیم. در پاسخ به سوال شما، گرچه که سعی میکنم تمرکز رو نگه دارم روی همین موضوع حجاب و دستگیری های مرتبطه با اون، عرض کنم که یک بخشی از ماجرا در شرایط اتفاق میفته که حالا افرادی به صورت مشخص مثلا در اعتراض به حجاب اجباری، مثل نمونه هایی که در سالهای گذشته داشتیم، مثلا دختران انقلاب که چند نفرشون هم مادر بودند و دقیقا در همین حوزه‌ای که ما صحبت میکنیم ازش قرار داشتند، یا افراد دیگری که مثلا حالا در تجمعاتی مثل روز زن یا روزهای دیگری مثل دیروز که یک اعتراض گسترده قرار بود باشه و اعتراضات رو افراد داشتن دستگیر میشن، خب یک شرایط رو میتونه ایجاد بکنه متفاوت از اون چیزی که شما بهش اشاره کردید. زندگی روزمره، شرایطی که افراد نه لزوماً به خاطر اعتراض بلکه به خاطر برای تأمین مایحتاج جشون از خونه بیرون میرن و با برخورد این گروه ها، گشت ارشاد و کمیته و سایر حالا اسامی که دارند مواجه میشن و حالا اون چیزی که من عمدتا شنیدم و روایت هایی که معمولا هست، چند ساعت تا احیانا رو یک روز در بازداشت میمونن تا مثلا لباسی براشون آورده بشه، نمیدونم، و زمینی آزاد تعهدی بدن. مطمئن نیستم، احیانا حالا عنوان هم میکنم به خاطر اینکه اگر باشه میتونه در تجربه اون افراد تاثیر بگذاره و کودکانشون مثلا حالا حکم شلاق احیانا داده بشه یا خیر. ولی در همون بازداشت موقت که ممکنه بعضا کمتر هم حتی بهش اطلاع رسانی راجبش صورت بگیره، روایتگری راجبش صورت بگیره و به کودکان این افراد توجهی بشه، یکی از میتونه آسیبزاترین شرایط باشه، به خصوص برای کودکان خردسال و نوزاد، مادرانی که احیانا کودکشون رو برای چند ساعت نزد یک بزرگسالی میگذارن تا برن و این احتیاج روزانهشون رو از سر کوچه احیانا یا خیابون خرید بکنند و برگردند و بر نمیگردند. چند ساعتی این بر نگشتن طول میکشه. به هر حال خانواده ممکنه احیانا او کسی که بهشون سپرده شده همسایه باشه یا بزرگسال دیگری باشه، یا حتی بعضا کودک دیگری در خانه باشه که این توانایی رو داشته باشه که چند ساعتی از خواهر برادر کوچکتر خودش مراقبت بکنه و این نگرانی و استراب رو حمل بکنه تا ساعتی که نهایتا تماسی رو از جانب اون زن مادر دریافت بکنم. اینها رو توضیح میدم برای اینکه حالا در کنار اینکه بعضی ممکنه چون این تجربه نداشته باشه این روایت ها رو نخونده باشن، و اینکه مجدد یک یادآوری بکنم برای کسانی هم که میدونن اینکه این شرایط چطور میتونه آسیب جدی و همونجور که شما گفتید بعضا بلند مدتی روی کودکان بگذاره. در کنار اون مواردی هم که احیانا بازداشت میشن و بعد برمیگردن، ممکنه به خاطر اون نوع اتهامی که بهشون میزنن، نوع نگاهی که به اون اتهام میکنن یا نتیجه که میخوان از اون فشار به اون افراد بگیرن، ممکنه با احضار بعدی مواجه بشن که این احضار ممکنه به دادگاه باشه، ممکنه به اون نهادهای امنیتی قضایی باشه، ممکنه خودش دوباره یک بازداشت موقتی رو در پی داشته باشه، یا بعضا حتی صدور حکم باشه و نهایتا اجرای اون حکم. و هر کدوم از این شرایط هم میتونه هم از یک طرف تأثیراتی رو بر کودک بگذاره، هم از طرف دیگه در برای اون بخش بعدی صحبتمون که میخوایم بگیم که حالا چه میتونیم بکنیم، یک زمینه‌ای باشه برای آماده سازی. چون میدونم حداقل من توی 2 سال گذشته به خصوص در فضای مجازی بیشتر با خانواده ها امکان این فراهم شد که مستقیم و غیر مستقیم مرتبط باشم. بعضا این نقطه ها، این زمان هایی است که خیلی مهم هست اما نادیده گرفته میشه، که حالا توضیح خواهم داد چرا مهمه و چطور نادیده گرفته میشه. به هر حال اینها موقعیت های متفاوتی است که خانواده ها درش قرار میگیرند و میشه ازش به عنوان یک فضایی برای اینکه چطور با کودک برخورد بکنیم، کودک چه آسیب میبینه و چطور میشه از اون آسیب رو کاهشش داد، نمیشه جلوگیری کرد ولی میشه کاهشش داد، ازش در مورد صحبت کنیم.
درسته. خیلی ممنونم، مرسی، به نکات مهمی اشاره کردین. اون چند ساعتی که کودک در بی اطلاعی کامله، یک فضای، یک خلأ کامله، اعضای خانواده خبر ندارن، که برای مادر خانواده یا ممکنه سرپرست کودک خواهر بزرگش باشه یا عمش باشه یا خالش باشه، که یک زن باشه و به قول شما برای تامین یک نیاز روزانه از خانه خارج شده و دیگه برنگشته. تو اون چند ساعت اولیه که همه در شوک هستن و این کودک تو فضای تهدیدآمیز، یعنی فضای پر از شک و ترس و ناباوری قرار گرفته که نمیدونن این فرد زنده است، مرده است، دستگیر شده، تو اون چند ساعت برای کودک چی کار میشه کرد؟ چجوری باید باهاش صحبت کرد؟ و کودک ممکنه که چه حالا احوالاتی و چه در واقع تفکراتی بهش مستولی بشه و چه شرایطی برش در واقع حاکم بشه، که این شرایط ممکنه تا حدی هم قابل کنترل نباشه برای اعضای خانواده، با توجه به اینکه خود اعضای خانواده تحت یک آسیب شدید هستن، نزدیکان کودک، کسانی که کنار کودک هستن به خاطر بی‌اطلاعی که دارن. البته من به این نکته هم اشاره بکنم، با توجه به قوانینی که در ایران هست، یعنی قوانینی که نیست در واقع در خصوص حفاظت و مراقبت از کودک، که کودک رو در چه سنی شما در خونه میتونید تنها بذارید، خب قوانین در کشورهای مختلف متفاوته. مثلا در کشوری مثل کانادا شما تا قبل از 16 سالگی کامل نمیتونید کودک رو در خانه تنها بذارید، تا 12 سالگی برای ساعتهای محدودی. به هر حال در ایران همچین قانونی نیست، خانواده ممکن بچه های کوچیکشون رو خونه تنها بذارن، بچه ممکن حتی پیش هیچ کس نباشه. توی اون شرایط برای در واقع چه میگذره برای اون کودک، با توجه به تجربیاتی که دارید، صحبت هایی که با افراد مختلف کردید، حکایت هایی که دارید، و برای کودک تو اون ساعت های اولیه چی کار میشه کرد؟ من یک مقدمه کوتاه بگم با این در مورد اینکه کودکان رو حالا تقریبا یکی از موارد، یکی از شکل‌های رایج تقسیم بندی بر اساس روند رشد کودک تقسیم میکنم به خب کودکان نوزاد، کودکان که حالا مثلا تا یکی دو سال هستن، بعد کودکان خردسال تا قبل از دبستان، کودکان دبستانی و نوجوان. و تو هر کدوم از این سنین شرایطی که برای شما توصیف کردید و برای والد به خصوص نگهدارنده اصلی، به خصوص نه لزوماً به خاطر اون شکل کلیشه های جنسیتی، بلکه به دلایل اون ویژگی خاصی که، و به خصوص اگر که مادر کسی باشه که جنین رو هم حمل کرده، خب اون رابطه خاصی که با کودک ایجاد میشه به خصوص سالهای اول اون مادر، و به خاطر اون موضوعی که داریم ازش بیشتر حرف میزنیم، تمرکز میکنیم، گرچه که همین موضوع ها میتونه در رابطه با سایر افراد از جمله کسانی که با اتهامات عادی مثل جرایم مواد مخدر یا مالی و غیره هم دستگیر شدن صدق بکنه، اما به خصوص موضوعی که الان داریم ازش صحبت میکنیم، زنان رو مد نظرمون بیشتر هست. این مادران تجربه میکنن کودک اتفاقی براش میفته. در سنین اغلب این مواردی هم که میگم در همه سنین صدق میکنه، بعد من در مورد اون ویژگی خاصتری که اون سن دیگر گروه سنی دیگه داره هم اشاره خواهم کرد. یکی از این ویژگی ها بحث نیازهای جسمی این کودکان هست، اون نیازهای مثلا تغذیه شون. کودکان نوزاد به خصوص اگر که شیر مادر رو تغذیه بکنن ازش، خب اون نیازهای خاصی دارن، در زمانهای معینی نیاز باید تامین بشه. تأمین نشدن خود این نیاز صرفا این نیست که حالا مثلا ما یک شیر دیگری مثلا به کودک بدیم غذای اون رو تأمین بکنیم و حل شده باشه. اون کودک از بودن بلا پاسخ گرفتن بلا فاصله نیازش و بودن در آغوش مادرش و گرفتن اون تأمین شدن نیازش، مجموعه ای از نیازهای عاطفی روانیش رو هم تأمین میکنه. یعنی مجموعه این نیازها کنار هم دیگه است که به رشد سالم کودک کمک میکنه.
و اینها وقتی تامین نشه آسیب روانی و آسیب جسمی میتونه به کودک وارد بکنه. موضوع دیگه بحث رابطه امن هست، امنیتی که کودک از بودن نبودن والدش و نگهدارندش میگیره وقتی این درست طی نشده باشه میتونه آسیبزا باشه و به روان کودک و اون رابطه امنی که میخواد حتی در بزرگسالی با سایر روابط اجتماعی و عاطفیش برقرار بکنه تأثیر بگذاره. کودکان در یک روند در یک سیری متوجه میشن که خب والدی که میره دوباره بر میگرده. برای همین شما اشاره کردید بخشی از این قوانین، یعنی عمدتا این قوانینی که گفتید در کشورها میگذارن بر مبنای مطالعات علمی است، بخشی از اونها هم بر همین مبناست که توی یک سنین حالا غیر از اون نیازهای امنیت کودک و اینکه کودک نمیتونه امنیت خودش رو خودش تامین بکنه، لزوما نمیتونه از خودش لزوما دفاع بکنه و ممکنه آسیبهایی رو ناخواسته به خودش وارد بکنه، بخش دیگرش هم به این برمیگرده که خب کودک توی یک سنینی به خصوص سنین نوزادی داره کم کم متوجه این میشه که متوجه بود و نبود اطراف اطرافیانش و والدش و نگهدارندش میشه و زمانی که متوجهش میشه طول میکشه تا متوجه بشه که اون والدی که میره بر میگرده و وقتی اون والد میره قرار برگرده و بر نمیگرده، این میتونه بسیار آسیبزا باشه، به اون امنیت روانی کودک آسیب وارد بکنه. موضوع دیگه‌ای که اهمیت داره بحث آموزش هست، به خصوص در سنین خردسالی تا برسه به دوران دبستان و بعد دبستان آموزش های مختلفی برای کودکان شروع میشه که این آموزش ها مجموعی از آموزش های حواس و نیازهای فکری و جسمی کودک رو در بر میگیره که اینها با حضور مادر با وجود اینکه و اطرافیان و نگهدارنده های کودک با حتی زمانی که اونها لزوماً آگاه نیستن به تمام این جنبه های آموزشی، اما چیزهایی که یاد گرفتن معمولاً اون مجموعه نیازهای کودک رو تامین میکنه و وقتی اون نیست و نگرانی از و نگرانی و اضطراب بر خانواده حاکمه و توجه به کودک نمیشه، مجموعی از اون آموزش ها رو میتونه از دست بده. و در مورد کودکانی که وارد حوزه روابط اجتماعی میشن و که از سنین دبستان شروع میشه و بعد وارد حوزه آموزش های کلاسیک رسمی میشن، این اضطراب ها و این استرس ها میتونه به روند و آموزش اونها خلل وارد بکنه، به خاطر اینکه اونها رو میتونه با تمرکز اونها رو میتونه بهش خدشه وارد بکنه و اینکه حالا بسته به شرایط و بسته به موقعیتی که کودک قرار داره، فارغ از اینکه جرم اتهام مادر احیانا یا نگهدارنده که زندان هست چی بوده، میتونه کودک رو همراه بکنه با یک انگ یا برچسب که باز تاثیر بگذاره، او قلدری رو تجربه بکنه، او انزوا به انزوا برسه یا اینکه احیانا پرخاشگری بکنه، بخواد از خودش به نوعی دفاع بکنه در برابر شرایطی که در به وجود اومدنش نقشی نداشته. و نهایتا تو سنین نوجوانی که خب وارد یک دورانی شدن که خب خودش یک دوران بحرانی از رشدشون هست و نیازهای ویژه‌ای دارن، آموزش‌های ویژه‌ای رو نیاز دارن، نبود اون والد و ایجاد این شرایط استراب و استرس را میتونه باز تأثیراتی رو بگذاره، اختلال رفتار میتونه در کودکان به وجود بیاره، میتونه احیانا رفتارهای پرخطر رو باعث بشه، احیانا مصرف مواد مخدر و غیره. متاسفانه یکی از آثاری که میتونه در مورد به خصوص نوجوانان به وجود بیاره که به دلیل در مورد بسیاری از خانواده ها که بخش زیادی از خانواده های زندانیان رو تشکیل میدن که خب به خاطر اون ویژگی هایی که دارن، گروه اجتماعی که هستن بهش تعلق دارن، زندانیان عادی، اما اطلاعات بسیار محدودی داریم در مورد زندانیان حالا زندانیان سیاسی، فعالان مدنی یا احیانا زندانیان عقیدتی، مجموعی از حالا بیتوجهی یا نمیدونم ناآگاهی یا احیانا تابوهای مختلف باعث میشه که ما اطلاعاتمون همچنان محدود بمونه، از جمله تابویی که مربوط میشه به خودکشی. ما گزارش های محدودی داریم ولی از لحاظ شناخت بین‌المللی راجع به اینکه این اتفاق میفته میدونیم تعداد زیادی ممکنه به این اتفاق براشون افتاده باشه که اطلاعاتی به ما نمیرسه. مورد دیگری که میخوام که حرفتون رو قطع کنم، خودکشی در خصوص مادران، والدین یا در خصوص نه در مورد خود کودک، تمرکزم روی کودک هستش.
و نهایتا اون چیزی که باز ببخشید. دوباره یعنی بسته به موقعیت. بفهمید بفهمم بفهمم یعنی باز میخوام دوباره بگی بگی. آقای فرمان، یعنی میخوام بدونم این تاثیر، یکی از تاثیرات، یعنی کاملا مخرب زندانی شدن والدین حتی در کوتاه مدت، بازداشت های موقت هم میتونه منجر به عوارضی همچون خودکشی در سنین بالاتر، در کودک بشه یا در سنین نوجوانی یا در همون زمانی که والد در بازداشت به سر میبره. این تقسیم بندی خیلی مشکله به دلیل اینکه ما مطالعاتی در ایران نداریم در این زمینه. مطالعاتی هم که در حالا کشورهایی که مطالعه میشه عمدتا کشورهای اروپایی و آمریکایی هستن و اون بخشی از این مطالعات رو من هم دنبال کردم و خوندم، عمدتا بر خود زندان تمرکز دارند. یکی از دلایلش هم این هستش که اون موضوع بازداشت موقت، البته که اینجا هم هست، البته که ما اینجا بازداشتگاه ها و اون بازداشت های موقت رو داریم و تأثیرات اون هم مطالعه شده، ولی عمده مطالعات به خاطر اینکه اون امکان مطالعه بلند مدت در موردش بیشتر هست و راحتتر هست، تمرکز داره بر خود زندان و این هم در مورد موضوع خودکشی هم به اون دوره خاص برمیگرده، اما معناش این نیست که تأثیراتی که اگر درست باهاش برخورد نشه، با اون اتفاق برخورد نشه، با احساس و اون آسیبی که کودک در کوتاه مدت دیده برخورد نشه، میتونه چه در همون زمان و چه در همونجور که شما اشاره کردید اگر کودک در سن کودکی بوده، در سن زیر نوجوانی منظورم هست، بوده در زمان دستگیری در و این موضوع حل نشده براش، با اضطراب پس از سانحه حملش بکنه این اضطراب رو و در بزرگ در سنین بالاتر و مثلا در نوجوانی به خودکشش بیانجامه، این امکان پذیر هست اما مطالعه دقیقی راجبش وجود نداره، یعنی حداقل من باهاش برخورد نکردم. نکته دیگه هم بفهم. نه بفهم. بگید بگید. نه شما رو قطع نمی‌کنم. بفهم. آره نه من نکته دیگه هم اشاره بکنم و جنبندی این بخش رو بکنم، شما سوالتون رو بگید و بعد من بپردازم به پاسخ اصلی سوال شما، بخش اصلی صحبتمون راجع به اینکه چه میشه کرد. نکته دیگه هم باز بسته به طبقه اجتماعی، موقعیت اجتماعی اقتصادی خانواده ها، یکی دیگه از نتایج زندانی شدن و حالا به خصوص زندانی شدن بلند مدت نگهدارنده کودک میتونه روی اثر خودش رو بگذاره بر قربانی شدن کودک در به عنوان کودک کار یا ازدواج کودکی، معمولا هم با جنسیت ارتباط پیدا میکنه، یعنی کودکان دختر معمولا قربانیان ازدواج کودکی میشن، کودکان پسر عمدتا قربانیان کار کودکی میشن، باز دوباره با جنسیت والد دستگیر شده هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در مورد ازدواج میتونه با هر دو والد مرتبط باشه، ممکنه مادر نقشی داشته باشه در جلوگیری از ازدواج کودک دخترش، میتونه نقش داشته باشه در روند آموزشی کودک دخترش، اما از اون طرف با زندانی شدن پدر معمولا هست که خانواده اون امکان مالیش رو باز دوباره به خصوص به خاطر اون تبعیض‌های جنسیتی از دست میده و خانواده نیاز مالی پیدا میکنه و کودک وادار میشه به تأمین مایحتاج خانواده که کودک پسر عمدتاً قربانیان این بخش هستن. خلاصه این خلاصه کلام که میگم در سنین مختلف زندانی شدن موقت یا دائم اثرگذار هست بر روان کودک، که این اثرات همونجور که شما هم اشاره کردید و من توضیح دادم میتونه در بلند مدت به اثراتی نه فقط به حالا در حوزه‌ای که یه مقدار میتونه جان کودک رو به این شکل بگیره، اما به شکل‌های دیگری هم میتونه جان و سلامت کودک رو تاثیر بگذاره. مطالعاتی هست راجع به این که این استرس ها و این آثار مربوط به زندانی شدن والدین میتونه بیماری های جسمی که لزوما در وهله اول ممکنه رابطه اینها مفهوم نباشه، قابل درک نباشه، رو وجود بیاره، مثل بیماری های قلبی، بیماری های و تأثیرش روی سیستم ایمنی بدن که مثلا حالا اینها به بیماری های مختلف عفونی دچار بشن و سرطان، احیانا به شکل های مختلف سرطان، این
اینها آثاری است که میگم بعضا مستقیم قابل رؤیت هست، مثل بخشی از بیماری های روانی که میتونه تاثیرات این شکل از تاثیرات بازداشت زندانی شدن والدین باشه، و بیماری های جسمی که میگم لزوما ما شاید در وهله اول نتونیم رابطه هاشون رو پیدا بکنیم، و بعدم اون آثاری که از گفتم اختلالی که در آموزش کودکان به وجود میاره میتونه به افت تحصیلی یا ترک تحصیل اونها منجر بشه، تأثیری که میذاره روی روند زندگی اینها، تبدیل اونها به کودک کار یا ازدواجشون و آثار مختلف این چنینی. و شما سوالتون بکنیم من بعد ادامه بدم. من در مورد نحوه بازداشت ها میخواستم ازتون بپرسم. به نظر من نحوه بازداشت ها خیلی میتونه تاثیرات منفی روی روان کودک بذاره، خانواده، چون ما میبینیم در ویدیوها و در واقع در عکس هایی که در چی که به دست ما میرسه از نحوه بازداشت ها در ایران. البته من با یک روزنامه نگار صحبت میکردم در ایران که فرزند در واقع نوجوان که نه دیگه واقعا کودک، چون 10-11 ساله، شاهد دستگیری پدرش بوده، شاهد کتک خوردن پدرش بوده در زمان دستگیری. البته این بربوط میشه یک روزنامه نگار در ایران، و این اتفاق در مورد بازداشت شده ها در مورد حجاب هم رخ میده، چه در مورد کسی که کودکی همراهشه و مادرش رو یا حالا والدش رو یا کسی رو که همراهش هست دستگیر میکنن و میبرن و کودک شاهد اون شرایط پر از استرس و تنش ساز هست، چه کودکانی که در سطح شهر با این مسائل روبرو میشن، چون این اتفاقات در سطح شهر داره میفته، برخورد با زنان، کتک زدن زنان، کشیدن اونها به سمت ماشین های گشت ارشاد و به زور وارد کردنشون توی ماشین ها، احتمالا اعتراض هایی که اون بین اتفاق میفته، این در واقع تعارضات و این در واقع اتفاقاتی که حین باز دستگیری هم اتفاق میفته، در مورد این هم آیا شما در واقع تحقیقاتی دارید که بتونید بگید که چه تاثیراتی روی کودک میذاره، و بعد بریم سراغ این که حالا چی کار میشه کرد و چه راهکارهایی هست و در واقع تلاشی که شما دارید میکنید برای آگاهی سازی خانواده ها در خصوص کودکان خانواده های زندانی؟ حتما حتما، بله، راجع به این مطالعه شده. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه و بعضا ممکنه به خاطر شکل ظاهری که ما در نظر میگیم، چیزهای ظاهری که ممکنه ببینیم فکر کنیم خیلی متفاوتن، این تأکیدی که میشه اینه که با وجود تأثیراتی که مثلا یک دستگیری، شاهد بودن دستگیری چه با خشونت چه بدون خشونت وجود داره، تأثیراتی که بیگذاره، اما به هیچ عنوان نباید و نمیتونیم بر اساس مطالعاتی که شده تأثیر اون رو بسیار بیشتر از اون چیزی بدونیم در مورد کودکانی که احیانا شاهد نبودن. به این معنا که کودک به شکل‌های مختلف زمانی که شاهد اون شکل از دستگیر نبوده همچنان متأثر هست، ممکنه حتی به اندازه کودکی که شاهد بوده یا بعضا حتی بیشتر، حتی زمانی که اینترنت و شبکه های مجازی نبود، زمانی که من به عنوان حالا کودکی که این تجربه رو داشتم در دهه 60 و مادرم مثلا دستگیر شده بود، در روز که مثلا دستگیر شد و من شاهد بودم هیچ خشونتی هم نبود، حتی کسانی که اومدن دستگیر کردن ظاهرشون هم اسلحه هاشون به شکل خیلی عیان تو چشم ما نبود، اما تو خونه اونقدر با میتونم بگم الان با احترام به کسانی که تلاششون کردن و ما رو از اون دوران عبور دادند و نگهداری ما رو به عهده داشتن، اینقدر با بیتوجهی در مقابل ما، در کنار ما و با ما راجب دستگیری افراد دیگر و راجب زمان دیگری که هم اومده بودن خونمون برای گشتن و بردن وسایل دیگری صحبت شد که من تا سالها فکر میکردم که خودم شاهد اون روزها هم بودم، روزی که مثلا حالا با اسلحه اومده بودن تو خونه، اسلحه رو تو سینه پدرم گذاشته بودن، مثل اون روایت های بسیاری که ما میشنویم کسانی که امروز از حقشون دفاع میکنن و
میگن که خب جواز ورودتون کوبا، اونها اسلحه‌شون رو نشون میدن. خب این اتفاق دهه 60 هم افتاد، امروز هم میفته. اون چیزی که اون موقع نبود سوشیال مدیا بود، اما اون نگاه خانواده ها که ماها رو نمیدیدن به خاطر اینکه بخش دیگری از صحبت هم هست که در ادامه بیشتر این رو باز خواهم کرد، کودک فرض میکردن به این معنا که ما نمیفهمیم و متوجه نمیشیم و ما رو نمیدیدن که ما داریم بازی میکنیم اما میشنویم، و من اینها رو ضبط میکردم و تو کابوس شبانم اون رو باستولیدش میکردم. این اتفاق در مورد کودکان امروز هم میفته به شکل ممکنه به شکل وسیع تری. نمیتونم بگم باز مطالعه نشده، اما وسیع ترش از این جهت که الان شبکه‌های مجازی به شکل خیلی اوریانی از این دستگیری‌ها، از این اتفاقات میگن، عکس و تصویر میگذارن دیگه، کاملا میتونید شما تجسم بکنید عکس در شکسته، خانه به هم ریخته، و بعد از توصیف میکنن، حرف میزنن، و چیزی که شما بارها در خود لایف هاتون راجع به این موضوع کودکان شبکه‌های مجازی صحبت کردید، این ناآگاهی و بی‌توجهی که در مورد خانواده‌ها وجود داره، دسترسی بدون فیلتر، اون فیلتر لازم، نه اون فیلتری که حکومت میگذاره، که کودکان دارن به شبکه های مجازی، و از این عکس و تصویرها هم ما نمیتونیم مطمئن باشیم که اینها دور هستن، که برعکس میتونیم مطمئن باشیم که حتما دیدن، که من نمونه هایی هم باهاش مواجه شده بودم که کودک بهش احیانا راجبه مثلا در مورد نمونه ایش که غیر مستقیم خودم در جریان بودم، موارد دیگه هم مستقیم، این که کودکی رو بهش دروغ گفته بودن راجع به مادرش و مرگ او رو مثلا تصادف چیز کرده بودن و او تصویر تیر خورده مادرش رو دیده بوده. خب فاجعه ای که ترامایی که اون کودک تجربه میکنه قابل توصیف نیست، اما و میشه راجع به چیزاش صحبت کرد که حتما من اشاره خواهم کرد راجع به اینکه چطور باید برخورد کرد به این موضوع هم. بنابراین نمیتونیم، میتونیم بگیم که هر کدوم از اینها چطور تأثیر میگذاره و این تأثیر رو چطور میشه حالا مدیریتش کرد، اما به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم، من میتونم این رو با قاطعیت بگم، نمیتونیم بگیم کدوم تأثیرش بیشتره، همونطور که نمیتونیم بگیم که تأثیر زندانی شدن مادر بیشتر هست یا زندانی شدن پدر بیشتر هست، اما میتونیم همونجور که یه اشارهی هم در صحبت هم کردم، میتونیم بگیم هر کدوم چه اثراتی میتونه احتمالا داشته باشه، به خاطر کلیشه ها، به خاطر تبعیض ها، و به خاطر شرایط عادی که ممکنه وجود داشته باشه، نه لزوما هم به خاطر اون کلیشه ها و تبعیض ها، ولی به هر حال شرایطی است که به وجود میاد. میتونیم تأثیرات هر کدوم رو ارزیابی بکنیم، ارزیابی شده راجبش، حرف زده شده، در مورد ایران اگر نشده مطالعات گسترده ای وجود داره که میتونه تا حدود زیادی قابل تعمیم باشه به شرایط ایران، ولی هیچ کدوم رو نمیتونیم ارزش گذاری بکنیم بگیم کدوم بدتر هست کدوم بیشتر. میگم باز تاکید میکنم، ببریم میکنم، مثلا من در جای دیگری اشاره کرده بودم که به فرض کودکان مثلا بلوچ، کودکان عرب، کودکان کرد، حالا حداقل اونهایی که من شخصا روایت هاشون رو زیاد شنیدم، اینها یک تجربه زیسته ای از هجوم و حمله و ورود غیرقانونی مقامات امنیتی و انتظامی به منازلشون رو دارن که حتی اگر خودشون هم اون رو تجربه مستقیم نکرده باشن، اینقدر این اتفاق در محله و همسایه و خانوادهشون رخ داده که این یک بخشی از کودکی تقریبا اغلب اینها شده. هر کدوم از این افراد، حالا چه فعال چه غیر فعالش صحبت بکنید، چندین نمونه از این موضوع رو در زندگیش داره. خب این دیگه حالا شما اگر اون کودک نبوده و میاد خونه و میبینه خونه به هم ریخته است، اگر اون کودک نبوده و میاد خونه مثلا میبینه پدر یا مادرش نیست، یا به هر شکل دیگری متوجه میشه، میتونه کاملا تصویر سازی بکنه چه اتفاقی افتاده، به خصوص اگر که حالا من در ادامه اشاره خواهم کرد که چه باید بکنیم، برمیگردم به همین نکته که میخوام این بخش حرفم رو ببندم، به خصوص اگر که ما باهاش حرف نزده باشیم و اون شرایط واقعا اتفاق افتاده رو براش توصیف نکرده باشیم، اون تصویر خودش رو خواهد ساخت و این تصویر میتونه بسیار ناراحت کننده تر، دردناکتر از اون چیزی باشه که واقعا اتفاق افتاده، به خاطر اون ویژگی هایی که کودک داره برای تصویر سازی و برای داستان سازی برای خودش.
شالا اگر سوال خاصی هست من بعد ادامه بدم راجع به همون که من چه باید کرد. آره میخواستم ببینم پس توصیه شما اینه که با کودک باید در مورد این شرایط حرف زد و براش تشریح کرد و بهش گفت که چه اتفاقی داره میفته، ولی این آیا حد و مرزی داره؟ یعنی تا کجا میشه با کودک حرف زد، تا کجا میشه براش تشریح کرد؟ و بچه ها برها تصویر سازی خودشون رو دارن و پازل های خودشون رو کنار هم میچینن. بعد بریم وارد این بشیم که چطور میشه از این بچه ها حمایت کرد. به نظر من که قسمت مهمه در واقع لایو ما امشب همین خواهد بود. پاسخ به همین سوال اخیرتون که بعد برگردم اون بخش قبلی رو توضیح بدم، همین که یکی از مهمترین کارهایی که میشه برای کودکان کرد حرف زدن باهاشونه و گفتگو کردن باهاشونه. حالا برمیگردم بعد در ادامه صحبت به این که چه حرفهایی و چه گفتگوهایی، اما در پاسخ به اون بخش از سوالتون، من بارها راجع به این موضوع در مصاحبه تلویزیونی یا لایف ها اشاره کردم که سوال کارشناسی، سوال تخصصی در حوزه کودکانی که با تروما مواجه میشن، کودکانی که با آسیب ها مواجه میشن، با مرگ عزیزانشون مواجه میشن و اینجا با موضوع دستگیری والدی و والدینشون مواجه میشن، سوال اصلی و اساسی این نیست که بگیم یا نگیم، سوال این هستش که چه بگیم و چطور بگیم. این سوال هم پاسخش با سن کودکان تغییر میکنه. یعنی که مثلا یک کودک نوزاد رو و یا تا 2 سال رو که هنوز حرف زدنش کامل نشده، هنوز درکش از کلمات کامل نشده، گفتگو کردن باهاش شکل متفاوتی داره، اما از اون سن به بالا تا میرسه به کودک نوجوان درکشون از موضوعات متفاوت میشه، اون امکان فهمیدنشون و رابطهشون با کلمه ها متفاوت میشه، بنابراین ما هم متفاوت میتونیم بگیم و چیزهای دیگری میتونیم. اینجا اون چیز کلیدی پیش میاد، اون مسئله کلیدی پیش میاد که خب حالا یا کودک شاهد بوده یا نبوده. اگر شاهد نبوده خب ما چطور میتونیم کمک کنیم که کودک درک داشته باشه از اینکه این رسلی اتفاق افتاده، احیانا چه شرایطی بوده، اما لزوما وارد جزئیات نشیم، او رو بیشتر از اون چیزی که هست با تروما مواجه نکنیم. اگر کودک شاهد بوده خب باید بتونیم چه توضیحات دیگری رو اضافه بکنیم تا اون امنیت از دست رفته رو تا حدی که امکان هست به کودک برگردونیم و به کمک کنیم تا ما متوجه این باشه که ما حامی او خواهیم بود، ما در کنار او خواهیم بود، اما از اون طرف هم قرار نیست که ما یک تصویر خیالی رو از دنیای ناامنی که وجود داره بهش بدیم و فکر کنه که امنیت همیشه وجود داره و هیچ ناامنی او رو تهدید نخواهد کرد، اما به هر حال اون مسئولیت تامین امنیت او با ماست. اینها حالا چیزهای کلی است، اما به هر حال میگم چیز اصلی این هستش که ما چطور برای کودک توضیح بدیم و چه توضیحی بدیم. مسئله این میشه که معمولا تو تا سنین دبستان و بخشی از سنین دبستان حد اقل توضیحات رو به کودک میدن. معمولا حالا در مورد کودکان نوجوان هم این روش کاربرد داره، اما معمولا تا اون سنین تلاش میشه که کودک رو با کودک گفتگو رو انجام بدن. یعنی تلاش میکنم این که کودک چه میدونه، چی فهمیده، چه احساسی داره که حالا این رو بعدن باز بیشتر باز خواهم کرد. بعد مبنای اون توضیحات رو سوار میکنن. یعنی اگر کودک خیلی چیزی نمیدونه یا الان حداقل به ما نشون نمیده که اون خیلی مثلا ترسیده، لزومی نداره بر روی ترس کودک تمرکز بکنیم. اگر که کودک راجع به مثلا نگرانی از حالا مثلا شرایطی که مادرش داره تجربه میکنه حرف میزنه، اونجا هم حتی درباره خود زندان هم با کودک میگن گفتگو بشه. باز هم میگم بدون اینکه بخوایم اونجا رو یک محیط خیلی ایدئالی هتل توصیف بکنیم، اما لزومی هم نداره از مثلا شکنجه، آزارها و غیره راجبش حرف بزنیم، اما به هر حال بیشتر تمرکز میشه به این که مثلا از اون روتینی که احیانا ممکنه داشته باشن، بدون اینکه بخوایم حتی دروغ هم بگیم که بعداً احیانا مادر بخواد یه توصیف بکنه هیچ نسبتی نداشته باشه، تا جایی که میدونیم اگر احیانا شنیدیم راجع به اون زندان، اگر نشنیدیم به طور کلی مثلا
با این فرض که مثلا با این توضیح که مثلا اینا احتمال فکر میکنیم اینه، بقیه اینجوری بودن احتمالا اون هم همینه، صبح ها میشن این کار میکنن، یک شکلی که کودک بتونه یک تصویری داشته باشه و یک بخشی از اون نگرانی های او از اینکه والدش الان در چه شرایطی هست، چی رو داره تجربه میکنه کاسته بشه. و به خصوص اینکه من حالا این رو با دوستان دیگری هم در میون گذاشته بودم، کسانی که قبلا یک بازداشت موقت رو تجربه کرده بودن، ممکن بود به بازداشت برن، به حکم زندانشون اجرایی بشه و بعضی هاشون هم این رو استفاده کرده بودن و نتیجهش براشون نتیجه مطلوبی بود و از اون صحبت میکردن با من. اینکه احیانا ما یک باز دوباره این رو هم باز توضیح خواهم داد، ولی یکی از چیزها این هستش که ما تلاش بکنیم یه سری ابزارها در اختیار کودک قرار بدیم تا بتونه از اونها استفاده بکنه برای مواجه شدن با اون فشار روانی که داره تجربه میکنه. ابزارها مثل این که خب ما مثلا در مواجهه با یک اون فشار روانی تروما ممکنه با مثلا ورزش کردن بخوایم خودمون رو آروم بکنیم، بخوایم مثلا با کتاب خوندن یه مقداری شرایطمون رو متعادل بکنیم تا بعد تمرکزمون برگرده، بخوایم با مثلا نفس عمیق کشیدن، حالا اینها هر کدوم جای خودش رو داره و کاربرد خودش رو داره. حالا مثلا یکی از اونها گفتگو کردن با کسان افراد مطمئن هست و کسانی که هم دل هستن و نزدیک هستن و میتونن تجربه یکسان داشته باشن، مشابه داشته باشن، بتونیم با هم دیگه درد دل بکنیم. به معنی یکی از پیشنهادات من این بود که بتونیم برای کودک توصیف بکنیم که بتونیم اینها رو به هم وصل بکنیم، مثلا بگیم که خب مثلا او الان با یکی دو نفری که مثل او هستن در زندان هست و میتونن مثلا با هم هواخوری برن و گپ بزنن، این رو وصل بکنیم به تجربه‌ای که کودک میتونه داشته باشه احیانا با دوست بزرگسالی که تجربه یکسانی داره، یک گفتگویی داشته باشه، بتونه خودش رو آروم بکنه. اینها حالا مثلا میگم چیزهایی است که میشه در ادامه بیشتر بازشون بکنیم، ولی اون بخش اصلی صحبت راجب این بود که راجب این موضوعات باید با کودک گفتگو کرد. درسته. چه حمایت هایی میشه از کودکان کرد؟ چطور میشه کاری کرد که کمترین آسیب رو ببینن؟ تا جایی که من میدونم شما تحقیقات گسترده در این خصوص داشتین و دارید و میشه گفت یک چارتی، یک جدول، یک سری برنامه تهیه کردین یا در دست تهیه دارید که حالا خودتون بهتر میتونید در موردش توضیح بدین، در مورد حمایت هایی که از کودکان خانواده های زندانی یا بازداشت شده میشه انجام داد. ببینید یکی از مهمترین نکات کلیدی که هست اینی که ما همه این آسیب ها رو گفتیم، به اونها میشه ده ها مورد دیگه هم اضافه کرد، از با طبقه بندی سنی، جنسیتی، اینکه والد کی زندان، کدوم والد زندان شده، چقدر تو زندان بوده یا خواهد بود و غیره. اما نکته کلیدی این هستش که وقتی به بحث حمایت از کودکان میرسیم، اینکه ما قصدمون این نیست که یک برچسب بزنیم و بگیم که کودکان زندانیان سرنوشت مقتومشون هستش که به این نقطه ها برسن. قصدمون به نوع این توجه دادن جامعه، توجه دادن افراد، اطرافیان و بزرگسالان، رسانه ها، متخصصین مثل وکلا، روانشناسان، مددکاران هست که این موضوع موضوع مهمیه و ما باید از این زاویه کودک به این موضوع نگاه بکنیم و قدم هایی رو برداریم برای اینکه این آسیب ها رو کم بکنیم. این آسیب ها قابل کنترل و قابل کم شدن هستن، مثل هر آسیب دیگری که کودکان میبینن میتونه زندگی اونها رو متاثر بکنه، اما میتونن هم از این مرحله عبور کنن. نکته دیگه این که خب این موضوع وصل میشه به موضوع تاب‌آوری، به اینکه کودکان تاب‌آوری میتونن داشته باشن. اما یه نکته کلیدی این هستش که باز دوباره کلیدی این هستش که ما از اون طرف هم میخوایم که حواسمون رو جمع بکنیم به اینکه این تاب‌آوری یک چیز خود به خودی نیست و به خاطر اینکه فکر میکنیم خب کودکان تاب‌آور میتونن باشن در برابر بحران ها و آسیب ها، اونها رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اون تاب‌آوری یاد گرفتنی است، تاب‌آوری با حمایت و با یک سری ابزارهای جانبی تأمین میشه و قابل استفاده میشه.
بنابراین اگر که به این بهانه کودکان رها بشن، میتونن با آسیب جدی مواجه بشن. نکته ای هم که دوباره برمیگرده به همون صحبت هایی که قبلش داشتم، به همین دلایل یا به دلایل دیگری که حالا شما اشاره کرده، من هم حتما باید یادآوری بکنم، خود خانواده در بحران هست و به خاطر اون فشاره باعث میشه که من احیانا نتونه اطراف کسان دیگه ای که درگیر اون هستند رو ببینه. یکی از اشتباهاتی که احیانا میشه این هستش که ترامای کودک با ترامای بزرگسال یکسان در نظر گرفته میشه. همین الان در موضوع بحث حجاب، وقتی از آسیب هایی که به زنان وارد میشه به خاطر این موضوع، حالا از آسیب های به عنوان نقض حق اونها تا آسیب های روانی، جسمی و آسیب بر سلامتی، عمدتا دوباره کودکان در نظر گرفته نمیشن که اون ترامایی که کودک نوجوان و کودکان از حتی سنین خردسالی زیر همون سنی هم که حکومت تعیین کرده درگیر این ماجرا میشن و با یک مجموعه از فشارهای روانی این موضوع تحمیل میشه بهشون، حتی اگر شکلن یکسان باشه متفاوت هست با آسیبی که بزرگسال میاره. در این مورد هم همین هست، یعنی این که گرچه فکر کنیم که مثلا یه خانواده، حتی مثلا یه کودک 19 ساله در این خانواده هست، یک فرزند 19 ساله و یک کودک مثلا 11 ساله، هر دوی اینها ظاهرا دارن یک چیز رو تجربه میکنن، هر دو مثلا شاهد بودن یا شاهد نبودن، دستگیری اتفاق افتاده، یک والد هم به زندان رفته، هر دو هم یک جنسیت رو مثلا داشتن، از این نظر هم باز دوباره بگیم که یکسان هست تجربه ها. اما اون چی که اتفاق میفته، اون تأثیری که بر این دو کودک به خاطر رشد مغزی که کودک مثلا فرد 19 ساله داشته، به خاطر تجربه‌ای که داشته، به خاطر اون مجموعه اتفاقاتی که براش افتاده و الان رسیده به اون سن، تجربهش متفاوت هست، تأثیر ترامایی که میذاره هم متفاوته. همه اینها رو گفتم که بگم ما اینها رو در نظر میگیریم که بگیم لازم هست راجع به کودکان اقدامی بکنیم و این اقدام حتما میتونه موثر باشه. با خانواده ها صحبت میکنن، وقتی از کودکانشون صحبت میکنن، شرایطی که دارن تجربه میکنن و کارهایی که خودشون کردن، خب من حداقل نه با خاطر اینکه احیانا اونا رو از نگرانی در بیارم و فکر کنم حالا مثلا میتونم یه خانواده یه ذره آرامش خیالی داشته باشه، بلکه به خاطر حالا اون دانشی که حداقلی که دارم فکر میکنم خب این آرامش نسبی رو بدم که کارهایی که کردن کارهای موثری بوده و الان کودک میتونه احتمالاً با آسیب‌های کمتری مواجه باشه. نکته‌ای که هست راجع به این هستش که کودکان، یکی از مهمترین ابزارهایی که اشاره کردم به در اختیار گذاشتن ابزار، یکی از اون چیزهای خیلی مهمی هستش که کودک بتونه احساس خودش رو بشناسه. این در مورد همه کودکان صدق میکنه. وقتی که میرسه به نقطه بحران، مواجه شدن با مرگ، نمیدونم ترامای از دست دادن به خاطر زندان، این خب یک ابزار کلیدی میشه به این معنا که کودک بتونه احساسش رو بیان بکنه، بتونه احساس خودش رو بشناسه، بتونه اون رو بیان بکنه در یک محیط امن، قضاوت نشه راجع به احساسش و بعد بتونه راهی رو پیدا بکنه با مواجه بشه با اون احساس. که حالا همه اینها رو توضیح خواهم داد، فقط این رو هم اضافه بکنم، من با خانواده‌های زیادی صحبت کردم و ازشون روایت‌های شنیدم و افراد زیادی نگران کودکانی بودن که ناراحتیشون رو داشتن بروز میدادن، مثلا میگفتن که میترسیدن یا نمیدونم گریه میکردن، میگفتن دلتنگ مثلا حالا مادر یا پدری هستن که زندان هست. و بعضا هم مواردی رو داشتم از کسانی که چنین شرایطی رو داشتن که کودک بزرگتر معمولا داشتن، که اون کودک خیال اونها رو راحت میکرده به خاطر اینکه احساسش رو بروز نمیداده. و من ناچارن این یادآوری رو میکردم که با اینکه من شرایط شما رو کامل نمیدونم، با اینکه هر شرایط خانواده با خانواده متفاوت است، کودک با کودک متفاوت است، اما این چیز کلی که شما دارید میگید یک شرایط عمومی است که میتونه جای نگرانی رو
عوض بکنه. ما معمولا نگران کودک نیستیم که احساسش رو بروز میده، معمولا باید نگران اون باشیم که احساسش رو به ما نگفته و ببینیم که خب ما چه میتونیم بکنیم تا بتونیم احساس او رو متوجه بشیم و کمکش بکنیم تا او هم بروز بده. حالا برگردم به اون موضوع کلیدی، یعنی ابزار کلیدی که در اغلب این موارد کار میکنه و به صورت معجزه آسایی هم کار میکنه، این هستش که ما کمک کنیم کودک اولا خودمون به این دانش مسلط بشیم. میدونم در ایران حداقل یکی از انتشاراتی که میشناسم انتشارات نردبان هم کتاب و هم ابزار کارت های بازی در این زمینه برای سنین مختلف منتشر کرده، حتما جای دیگه هم این کار رو کردن چون موضوع خیلی شناخته شده است، ابزار شناخته شده است. ما خودمون مسلط بشیم و کمک کنیم کودک از سنین خردسالی میتونه با این ابزار، باید با این ابزار آشنا بشه، با این موضوع آشنا بشه، اینکه احساس‌های مختلفی رو که پیدا میکنه رو بتونه بشناسه، بتونه بفهمه که الان غمگین، الان خشمگین، الان ناراحت، الان دلتنگ و و و و از اون طرف هم خودمون رو آموزش بدیم از این جهت که این احساسات رو قضاوت نکنیم. کودک در شرایط مختلفی میتونه و این اتفاق افتاده که از والد زندانیش عصبانی بشه، از دست او ناراحت باشه، فکر کنه او ترکش کرده، یا از دست خودش حالا ناراحت باشه، نگران باشه، عصبانی باشه، یا فکر کنه خودش کاری کرده. این احساسات رو باید بدون قضاوت بشنویم و وهله بعد، مرحله بعدی این میشه که حالا بخوایم به کودک وارد توضیح دادن و کمک کردن بهش برای مواجه شدن با این احساس بشیم. احساس غلیان پیدا کرده رو باید بشه کمک کرد بدون سرپوش گذاشتن تا اون بتونه اون احساس رو کنترل بکنه، احساس رو باهاش مواجه بشه. به معنی این که اگر خیلی ترسیده بتونیم بفهمیم ریشه اون ترس کجاست، از چه چیزی ترسیده، چه چیزی اون رو میترسونه و ما چطور میتونیم بدون وعده نادرست دادن، بدون احیانا چیزی غلطی رو به کودک منتقل کردن، کمک کنیم تا او با ترسش مواجه بشه و احیانا متوجه بشه که خب حالا چیزهایی هست که از او حمایت بکنه و ما هستیم و او لزومی نداره مثلا از این شرایط بترسه. یا اگر از والدش خشمگین شده درک بکنیم و کمک کنیم توضیح بدیم، اگر حالا والد حتی جرمی رو هم مرتکب شده کمک کنیم این رو جا بندازیم که احیانا اگر واقعا هم اون جرم هست و چیزیست که ما میخوایم آموزش بدیم که کودک مرتکب جرم نشه و قانون اون قانون درست رو احیانا نشکنه، چون حجاب رو هم میگن قانونه، متوجهش بکنیم که اون والد همچنان اگر کودک آزاری نکرده، اگر کاری که کرده متوجه خود کودک نبوده و آسیبی به اون نزده، که اون هر کس ممکنه اشتباه بکنه و برای اشتباهش حالا تاوانی رو هم بده و احیانا تنبیهی هم بشه، اما معنیش نیست که رابطه اونها بخواد خدشه دار بشه. او مادر هست، او پدر هست، او رو دوست داره و این رابطه میتونه برقرار بمونه. و از اون طرف هم اگر که فرد فعال مدنی است، فعال سیاسی است، یادداشت‌ها و نوشته‌های خانم نرگس محمدی خیلی یکی از اون مواردی است که میتونه کسانی که حالا درگیر این موضوع هستن کمک کنه که ببینید چطور یک فرد هم میپذیره که به عنوان مادر ممکنه که توی موقعیتی کودک رو قرار داده باشه که شایستش نبوده، اما از اون طرف توضیح میده که من این کار رو کردم به این دلایل، منتی سر کودک نمیگذاره، حواسش هست که کودک اون نیازهاش تأمین نشده به دلیل گرچه حکومت مسئولش بوده، اما مسئولیت خودشو میپذیره و کمک میکنه کودک هم درک بکنه شرایط او رو و حتی اگر درک نکرد هم این حق رو داشته باشه که تو اون سنین کودکش درک نکنه. یا حتی آیا امیر سالار داوودی که اخیراً باز دوباره باز در زندان هستند، هم در برنامه بیاد آر در یکی از کلاب بیاد آر در یکی از برنامه هاش راجع به همین موضوع صحبت کردند. برای در مورد خانم محمدی هم نوشتش هست، هم برنامه که فکر میکنم پارسال همین موقع ها
من با و در روی زمانه با ایشون گفتگوی رو داشتم. من از جانب حالا هم فعال حقوق کودک، هم کودکی که اون تجربه رو داشته، و ایشون هم به عنوان فعال حقوق بشری، فعال حقوق زنان، و هم به عنوان زن مادری که این تجربه رو داشته، با هم یک گفتگوی این چنین کردیم. خب اینها میتونه برای کسانی که حالا توی این موقعیت ها هستن، مثلا بهائیانی که توی موقعیتی هستن که انتخاب کردن که دینشون رو ابراز بکنن و پاشن وایسن، زنانی که علیه اون تبعیض سیستماتیک بلند شدن و میدونن هزینه های هنگفتی هم ممکنه بپردازن، برای اینها بتونه کمک کننده باشه که بدون میگم اون منت گذاشتن بتونه کمک بکنه به کودک که شرایط رو درک بکنه و احساس با احساس خودش مواجه بشه، و برای خانواده هایی که بخوان توی این موقعیت رو توضیح بدن برای کودک. این حالا میگم راجبی یکی از اون چیزهای، یکیش اون بخش که قبلش با هم صحبت کردیم، یعنی اون توضیح دادن، گفتگو کردن با کودک، که یه بخشی از اون گفتگو کردن هم میشه درک کردن احساس کودک و اون چیزهایی که داره تجربه میکنه. بخش دیگرش هم من حالا در یه جایی این رو اشاره کردم، گفتم ما باید بتونیم حالا به صورت هم عملی و هم ذهنی بنشینیم و از زاویه کودک به دنیا نگاه بکنیم و ببینیم که اون کودک چه نیازها و چه موقعیتی داره. البته که ممکنه به خاطر نداشتن آگاهی کافی راجع به حالا مطالعاتی که شده و چیزها، ممکنه تصمیماتی بگیریم که لزوما درست نباشه. میشه راجع به همه اینها صحبت کرد. مثلا ممکنه برخی فکر کنن که از زاویه کودک دارن نگاه میکنن و مثلا کودک رو ملاقات نبرن، چون فکر میکنن کودک خیلی احیانا برانگیخته شده. من متوجه هم که بعضا رفتارهای زندانبانان، محیط ناسالم زندان و غیر دوستدار کودک میتونه تأثیر بگذاره برای این تصمیم، اما اگر که اون شرایط قابل کنترل باشه و قابل مدیریت باشه، خود اون برانگیخته شدن به خاطر احساساتی شدن به خاطر دیدن در کوتاه مدت والد لزوما آسیبزا نیست، بلکه اغلب میگم در تحقیقات اثرات مثبت ملاقات رفتن و داشتن ارتباط در طول دوران بازداشت رو روش تاکید میکنن. میگم حالا این رو به عنوان یه نمونه گفتم که حالا بعضا ما فکر میکنیم که از زاویه دید کودک تصمیمی رو گرفتیم، اما خب لزوما ممکن اون تصمیم سازنده ای نباشه، که خب میشه با کارشناسان صحبت کرد. من حالا در ادامه بیشتر راجع به این صحبت خواهم کرد، ولی امیدوارم کارشناسان بیشتری وارد این حوزه به صورت تخصصی بشن، چون ما تو این زمینه کمبود جدی داریم. ببخش من زیاد یک سر صحبت کردم. خواهش میکنم، آخه صحبتاتون پشت سر هم به هم مربوط بود و واقعا نمیشد که جای صحبت شما رو قطع کرد، چون که واقعا رشته کلام از دستتون خارج میشد. حدودا 2 دقیقه به پایان لایو ما مونده، فقط یک سوالی براتون اومده که آدرس وبسایتتون رو خواستن و من میخوام در مورد باقی حمایت ها و اصلی ترین حمایت هایی که میشه از کودکان در واقع خانواده های زندانی، به خصوص در اعتراضات اخیر که این روزهای گذشته به تبع باید تعداد بازداشتی به خاطر حجاب اجباری زیاد هم بوده باشه، چه حمایت هایی میشه کرد؟ اگر نکته خیلی یعنی اهم این حمایت ها رو بگین در 2 دقیقه 2-3 دقیقه پایانی، و آدرس وبسایتتون رو دوستان میخواستن که داشته باشن، مؤسسه کویپی رو. من فکر میکنم ما به پرسش و پاسخ هم نرسیدیم متاسفانه. من آدرسش هست coipi.org، اول حروف انگلیسی Children of Imprisoned Parents International .org /FA فارسی، و حالا تو صفحه خود من هم اگر دوستان برن هست اول میتونن از خود من هم اگر سوال خاصی داشتن حتما من در خدمتشون هستم. چیزی که من میخوام در پایان اضافه بکنم این که من از این فرصت استفاده کنم، اینجور فراخوانی بدم برای از وکلا، از روانشناسان و مددکاران که حالا به عنوان بخشی از جامعه تخصصی که حوزه های مختلف آسیب های زندان و خانواده زندانیان میتونن کمک کننده باشن، به صورت تخصصی روی این موضوع هم کار بکنن. تخصصی منظورم این هستش که صرفا داشتن دانش حقوقی، صرفا داشتن دانش روانشناختی یا مددکاری میتونه به افراد این جرأت یا این اعتماد به نفس رو بده که راجع به این موضوع صحبت بکنن، اما موضوع تخصصی است که البته این حتما آگاه هستن. من فقط جسارتا این روی
یادآوری کردم. تخصصیست به این معنی که بعضا یه چیزهایی که ممکنه ما در وهله اول به نظرمون نگران کننده بیاد راجبش مطالعه شده و نتایج اون مطالعات و تحقیقات ممکنه عکس اون پیشفرض اولیه رو نشون بده، مثل همین ملاقاتی که اشاره کردم. بعضا من از بعضی کارشناسان هم شنیدم، گرچه که شرایط ایران اون موقع حالا لازم هست که اضافه بشه، ببین که خب ما تو اون شرایط ممکنه ناچار بشیم تصمیم دیگری بگیریم، که اونجا باز دوباره کار تخصصی لازم هست که اگر ناچار شدیم چه راهی رو داریم برای اینکه از اون آسیبی که این نداشتن ملاقات وارد میکنه کمترش بکنیم، باز تا حدی که میشه کمک بکنیم، حمایت بکنیم. خب این میگم کار تخصصی میطلبه، یک همت جمعی رو میطلبه که افراد مختلف وارد این موضوع بشن و به صورت جدی کار بکنن، و امیدواریم که بتونیم کمک کنیم کودکان آسیب کمتری رو حمل کنن. من یه سوالی ازتون دارم و میخوام که خلاصه جواب بدین، احتمالاً سخت باشه براتون، ولی سوال مهمیه. نهادهای مدنی، جامعه مدنی چه کمکی میتونه بکنه به این کودکان و به خانواده ها برای حمایت از کودکان خانواده های بازداشت شده؟ بخش از جامعه مدنی، نهادهای مدنی هر کدوم به نوعی روی یه سری از آسیب‌های اجتماعی دارن کار میکنن، مثل کار کودکان، مثل زنان حالا مثلا سرپرست خانواده و غیره، که بخشی از طبق تجربه ما بخشی از این افراد خانواده افراد زندانی هستن. گرفتن کمک‌های مشاوره‌های تخصصی از مددکاران و روانشناسان در این حوزه و داشتن راهکارهای مواجهه درست و سالم با این کودکان بدون اینکه بخوان حالا خودشونو در معرض خطر حکومتی قرار بدن، که به هر حال این آسیب‌های اجتماعی همیشه خط قرمزهای حکومت هست، میتونه کمک کننده باشه. یعنی اینها بدونن که همونجور که راجع به بقیه حوزه‌ها به صورت تخصصی دارن کار میکنن، این حوزه رو هم اضافه بکنن به عنوان سرفصل‌های قرار گرفتن کودکان در خطر و در حوزه تخصصی کار میکنن، این موضوع رو هم اضافه بکنن و دانش خودشون راجع به این موضوع بالا ببرن. خیلی ممنونم جناب آقای حامد فرمند، نویسنده، سخنران، فعال حقوق کودک و بنیانگذار مؤسسه کویپی، مؤسسه حمایت از کودکان خانواده های زندانی. امشب جان ممنون از شما. خواهش میکنم، امشب در مورد کودکان افراد دستگیر شده در اعتراض حجاب های اجباری صحبت کردیم که چه آسیب هایی میبینن، چه حمایت هایی میشه کرد. این لایف سیف میشه آدرس در واقع نشانی مؤسسه جناب آقای حامد فرمند که برای حمایت از کودکان در واقع بازمانده از در واقع بازمانده خانواده های معترض هستن که دستگیر شدن در این لایف گذاشته میشه. و من خدمت روزنامه نگاران عزیز، فعالان حقوق کودک عرض بکنم که رسانه ایران وایر این امکان رو فراهم کرده به صورت رایگان چند جلسه مشاوره با خانم دکتر شهرزاد پور عبدالله میتونن در واقع استفاده بکنن نهادهای مدنی و روزنامه نگاران از طریق رسانه ایران وایر. باز هم متشکرم از شما جناب آقای حامد فرمند به خاطر توضیحات خوبی که دادین. بحث در مورد کودکان خانواده های زندانی بسیار گسترده است. ما امیدواریم بتونیم از شما باز هم دعوت بکنیم که در مورد کودکان در داخل زندان با شما صحبت بکنیم، کودکانی که کودکیشون رو در داخل زندان همراه خانواده هاشون میگذرونن. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که هر جایی که هستید وقتتون خوش باشه و در سلامت و امنیت کامل باشید. سپاسگزارم، ممنونم. خدا نگهدارتون.